رئیسی تلویزیون ها و به شکل رسمیش به وجود می آمد، اینمی فعالیت دوچند می شد و بسیار خوب می شد. حال اکثر ممالک در دنیا از حتی ممالک اروپایی که منبع خبری آزاد ندارن، یک یا دو نفر ژورنالیست در مملکت است که وا همه گرفیت می کنن براشان خبر می تن، اما در افغانستان صدها منبع وجود داره. اگر یک کس بخواه یک خبر تهیه کنه از افغانستان، بدون از اینکه کس را بشناسه به تویتر مراجعه میکنه، چندین ژورنالیست پیشان میه که میتونه تماس بگیره و خبر درست تهیه کنن از اونجا. در تویتر قسمی قبلا هم گفتید که سانسور وجود نداره، اما چند قبل یک خبری از طرف خود تویتر به نشر رسید و گفته میشه که باید بعد از این به سانسور پیدا شود در تویتر و گپای و کلماتی که ضد منافع ملی کشور است و ضد حاکمیت ملی است یا باید سانسور شود. این چگونه شده از دید کسان که بیشتر با تویتر سر کار دارن؟ باز هم امو نقد امو حقوق خبرنگارا را نقض میکنه یا خیر؟ 100% به خاطر که پالیسی که تویتر به وجود آوردی بود که زمانی که یک مملکت فرض مثال افغانستان یا ایران یا پاکستان، یک مملکت از تویتر بخواهی که بر روی سرورهای خود بعضی کلمات سانسور بکنن یا بعضی گزارش ها را سانسور بکنن، او خواسته تویتر نیست، البته خواسته حکومت محلی است که وانه میخوان که نمی اندازه معلومات از چوکات مملکت خارج شد به اصطلاح، و یک فرم برش جور کردن که نوشته میکنن که تویت در این مملکت به این ساعت سانسور شد یا بر شما نرسید یا جلوگیری شد از رسیدنش بر شما. مسئله داخلی است و ای به خاطر فشارها و پافشاریهای بسیار زیاد که از بعض حکومت‌های بزرگ که به اصطلاح یک نوع خطر برشان محسوب میشد به امنیت ملیشان، و خواستن و زیر فشار آوردن که باید اینمت یک به اصطلاح یک آسودگی بر از وجود داشته باشه که اگر بخواین یک فلو معلومات اجازه نتن که نشر شوه در کنترلشان باش. البته آقای کاظمی، یک نکته دیگر هم که میخوام به صورت بسیار کوتاه اگر یادآوری کنید، که گفته میشه که بعضی کسا در توییتر معتاد میشوند، بعضی خبرنگارا، و در مورد خودش ما شنیدیم که به خاطر توییتر وظیفه‌تان از دست دادن. آیا دقیق است یا خیر؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید. یکی از وظیفه‌های خودم از دست دادم، بله، به خاطر که شرایط وظیفه از شرایطی که میتونست توییتر در آینده بر ما جور کنه پایان‌تر بود، و ما بسیار کوشش کردم که به امرای اموجه که ما کار میکردم به امرایشان کوشش کردم که سازگار باشم، اما متاسفانه پالیسی از مملکت جرمنی بسیار پالیسیشان پیچیده است و قبول نکردن. حتی خود آژانس که آژانس بین المللی خبری است و تویتر ندارن و خوش نبودن که پیش از اینکه خبر برای به اصطلاح مشتری از وا برسه، به طور آزاد از پیش یک کارمند از وا که ماش میگیره از پیششان برسه، و به می خاطر البته بر ما قابل فهم بودی مشکل. تا جای ما کوشش کردم که مسئله حل شد و مسئله تویتر حل شد، باز جنجال ما سره فیسبوک و بلاگینگ شروع شد، که بلاگینگ چیز شخصی است که به یک آژانس هیچ ربط نداره، یا فیسبوک مثلا یک بخش شخصی زندگی آدم است. وقتی که مشکل پیش رفت به زندگی شخصی ما داخل شد. باز سپاسگزارم. شکر. سپاسگزارم از شما آقای کاظمی، مصطفی کاظمی، خبرنگار آزاد، که در برنامه امروز با ما بودید و روی تویتر و همچنان فرهنگ تویتر در افغانستان معلومات دادید. و سپاس فراوان از شما بیننده عزیز. فعلا هم همکارم نویده خوشبو در استودیو خبری تشریف آورده و میخواد تازه ترین خبرهای ساعت 9 را خدمت شما ارائه کنه، و برای جزئیات بیشتر خبرها همکارم را همراهی کنید.